این روزا تو رسانه های حکومتی خبرهای مربوط به نشست های شورای عالی کار رژیم برای تعیین حداقل دستمزد برای سال 99 داره درج میشه عدد رقمه مختلفی هم توش مطرح میکنن که به نظر میرسه نیاز به تدقیق و کمی بحث پیرامونون داره تا ببینیم که اصل ماجرا چی به همین منظورم دعوت کردیم از مهمان گرامی برنامه برای امروز حسین امیرداماد عزیز خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید میخوام در مورد دستمزد به خصوص در ارتباط کارگران در سال 99 صحبت کنیم خیلی تشکر میکنم از شما و سلام و درود میفرستم به همه بینندگان عزیز سیمای آزادی در هر کجای ایران و جهان که هستن درود بر شما شما خیلی بهتر از میدونید که یکی از دغدغه‌های مهم زحمتکشان به خصوص کارگران در آستانه سال نو دغدغه دست دستمزد هست و محرومان جامعه ایران از این بابت همیشه زیر فشار بودن حالا که سال 99 در پیش هست بر اساس آخرین خبرها رژیم دستمزد کارگرا رو برای سال آینده چقدر میخواد تعیین بکنه مقدمتا قبل از اینکه بپردازیم به موضوعی که میزانی که اینا میخوان تعیین کنن باید. چی هست بعد ببینیم که بر چه مبنایی اصلا این نشستهای شورای عالی کار رژیم صورت میگیره برای تعیین حداقل دستمزد بر اساس قانون کار رژیم اصل 41 قانون کار رژیم دو تا بند داره یک بندش میگه که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود دوم حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده رو مورد توجه قرار بده باید به اندازه باشه تا زندگی یک خانواده که تعداد, اون م... تعداد متوسط اون توسط مراجع رسمی اعلام میشه رو تأمین کنه که رژیم در هر دو مورد یعنی هم در نرخ تورم و هم در سبد معاش در هر دو با ترفندهای مختلف تراش میکنه که هر چه بیشتر از موز رو پایین نگه داره یه مدتی رو بیشتر توضیح بدیم مثلا ترفندها یعنی چی ببینید اولا که راجع خود قانون کار رژیم بگم قانون کاری که در ایران شکل گرفت در واقع بعد از اعتصاباتی که کارگرای چاپخونه ها در دوره مشروطه و کارخونه های نساجی و اینها شکل دادن اولین اعتصابات شکل گرفت به تدریج ضرورت قانون کار قانونی باشد. که روابط بین کارگر و کارفرما رو مشخص بکنه مطرح شد بله. در دوره دکتر مصدق این قانون کار تدوین شد در واقع به صورت رسمی درآمد و تصویب شد و یکی از دستاوردهای در واقع گرانقدر دوره دکتر مصدق بود همین قانون کاری که بعد ادامه پیدا کرد در زمان شاه و در زمان خمینی خمینی اومد به اسم اینکه این قانون مال دوره تاغوت هست اساسا کنار گذاشت در که این در واقع از دستاوردهای مبارزات کارگران میهنمون به خصوص در دوره دکتر مصدق بود که تصویب هم شده بود و ما به هم چیزی نداشت الا اون دستگاه آخوندی قرون و که اساسا روابط بین کارگر و کارفرما رو تعریفش رابطه عجیر و موجره یعنی اصلا مناسبات تولید که الان حول کارگر و کارفرما شکل میگیره به هیچ وجه توش مطرح نیست بلکه اون کسی که صاحب کار هست هر میزان قراردادی که ببنده هر طور حساب بکنه منی که کارگر هستم یا این کارفرما رو قبول دارم یا ندارم قبول دارم هر قراردادی که میبندم همونه اگر نه حقی بر اون ندارم که مثلا بر اساس یه قانونی به من بگه کارفرما باید حق بیمه بده کارفرما باید اینقدر دستمزد همچین به اصطلاح قوانین رو نباید تحمیل کرد بر کارفرما چنین دستگاهی در واقع تو فقه آخوندی هست مهم. که بهش میان همون قانون عجیر و موجره که اینم اج... استمرار پیدا میکنه رو روابط و مناسبات کار کارفرما بله. این خمینی در واقع در طی دوره که زنده بود اصلا اجازه نداد قانون کار تصویب بشه طی اون هشت سال هم که عمدش هم توی جنگ بود طی اون ده سال در واقع امداشم توی هشت سالش در واقع توی جنگ بود با. گاهی نرخ تورم به چل پنجاه درصد هم رسیده و هو کارگران اصلا افزایش پیدا نکرده وقتی خمینی مرد پس منده های خمینی یعنی همین خامنه ای و رفسنجانی اون موقع رئیس جمهورش بود از وحشت قیام و اعتراضات کارگران مجبور شدن این قانون کار رو تصویب کنن مم. که اصل 41 و 42 این قانون کار همون اونی هست که الان خدمتون گفتم بله. یعنی اصل 41 یکش دو تا بند داره یه بندش میگه که باید بر اساس نرخ تورمی که بانک مرکزی هر سال اعلام بکنه بله. کنه بیاد این کارو بکنه اصل دومش هم بر اساس سبد معاش حالا شما میگین تو همینا با ترفندهای دارن جر میزنه همینا هم با ترفندهای مختلف شما ببینید اولا نرخ تورم رو با ترفندهای مختلف یه طوری اعلام میکنن که همیشه کمتر از واقعیته اون سبدی رو که در واقع نرخ تورم میارن 367 قلم کالاست که بسیاری از اینها اصلا مورد مصرف مردم نیست اقلام پرمصرف مثل خوراکی ها مثل برخی پوشاک مثل برخی سوخت یا مثلا آموزش بهداشت و درمان و اینایی که پرمصرفه و مردم زیاد باهاش سر کار دارن اینا میاد کنار یه سری اقلامی گذاشته میشه که اساسا ممکن بسیار از مردم مصرف نکنن اونا رو مثلا فرض کنید برخی از مسائل ساختمانی مثل سینک لباسشویی نمیدونم سینک ظرفشویی نمیدونم خیلی اقلام دیگه ای که هست و نرخ تورم تو اونا بسیار کند حرکت میکنه درست. در حالی که مثلا فرض کنید تو مواد غذایی گاهی وقتا تا 100 درصد افزایش پیدا میکنه یا در حامل های انرژی سوخت و مثلا بنزینی که امسال 200 درصد افزایش قیمت داشته اینا میاد کنار اون بنابراین شما ببینید که چه ترفندی در اساس به طور ساختاری به کار میبرن که نرخ تورم پایین نگه دارن با این همه تو اینم هم متوقف نمیشه بله تو اینم متوقف نمیشه هر سال نزدیک عید که میشه نرخ تورم ها یه دفعه شما متوجه میشید دم عیده با اینکه تقاضا میره بالا با اینکه ظاهرا یه سری عیدی میدن و مصرف میره بالا و این رابطه ای عرضه و تقاضا تعادل بازاری خورده به نفع افزایش قیمت بالا میبره با این همه یه دفعه می‌بینید نرخ تورم می‌کشن پایین کما اینکه ماه قبل اعلام کرد 40 درصد الان اعلام کرده 38.5 درصد احنا. و باز حالا تا ماه بعد که هنوز این کشمکش به اصطلاح سر دستمز ادامه داره بعد ببینیم چقدره بهم. این در مورد نرخ تورمش بهم. در مورد سبد معاش هم همینطوره ببینید خانواده کارگری ایران سالهای سال که سنتا چهار نفر است یه دفعه از چند سال پیش شروع کردن اینو کردن سه نیم نفر یعنی نصف نفر رو بالا کشید سهمیه رو توی همین این ت... محاسبه تعیین دستمزد. یا در مورد خود سبد معاش و اقلامی میره که مصرف, کن... مصرف باید بشه خب این هم ترفندهای مختلفی به کار میبرن که به اصطلاح بیان اینها رو کم جلوه بدن هر چی بیشتر تر کنن میزان دست موسیقی. شما اشاره کردین که در هر دو بند این ماده 41 بود فکر می‌کنم بچه‌ها دو گفتید که ترفندای ایران میگم هم منظورتون همین واسه یا بازم ترفندای دیگری هم هست در مورد بند اولش که توضیحاتش دادم در مورد بند دوم که سبد معاش هست من یه توضیح بدم خدمتتون و بینندگان عزیز که سبد معیشت خانوار در واقع حدود 11 قلم جنسی یا،, یا 12 قلم مثلا بر اساس استانداردهایی که سازمان ملل و سازمان بین المللی کار چیده شده بله. مثلا فرض کنید سبد خوراکی ها سبد خوراکی ها باید 2400 کالری برای هر کدوم از این نفرات خانوار تأمین بشه بله. که اینو پارسال مثلا اینو آمدن حساب کردن با قیمت پارسال حدود یک میلیون و هزار تومن بود که استاندارد ها مثلا 40 گرم گوشت بعد مصرف کنه انقدر گوشت سفید بعد مصرف کنه انقدر مثلا 250 گرم میوه بعد مصرف کنه 300 گرم سبزی بعد مصرف کنه چقدر برنج و, و و و و, و همه اینا رو حساب میکنن میگن این سبد خوراکیشه با 2400 کالری در روز قیمتش رو در طول ماه حساب میکنن تک تک اقلام رو حساب کرده بودن پارسال 1 میلیون 200 هزار تومان بود مثلا میگن سبد مسکن استاندارد مسکن برای هر خانواده چهار نفره بر اساس استانداردهای سازمان ملل یک خونه 74 متریه که مثلا در ایران الان قیمت هر خونه ای خرید و فروشش در مثلا در تهران تقریبا متر مربعی 10 میلیون تومنه حالا شما حساب کنید برای اجاره بها قیمت هر مثلا خونه 50 60 متری الان توی خود تهران در نظر بگیرید کمتر از یه میلیون تومن نیست اینا چقدر میدن تو سبد مسکن؟ صد هزار تومن بعد همینطور آموزش پرورش آموزش پرورش در واقع رایگان حساب میکنن یکی دو درصد از سهم دستمزد رو بر اساس مثلا لوازم و تحریر و این چیز هاست. در حالی که رژیم به بحانه های مختلف از مردم می پول میگیره یا درمان همینطور تازه خود همین این درمان که بیمه های کارگران هستش بیمه های تامین اجتماعی بسیاری از داروها رو از سبد دارویی حذف کردن چه داروهای صعب العلاج چه داروهایی مثل مثلا داروهای سرماخوردگی امثال اینا و همینطور برید جلو میان با ترفندهای مختلف این سبد رو هر چه می کنند. حالا چه تعداد نفرات رو از چهار نفر میکشند به سه و سه دهم نفر سه و نیم نفر هم نه سه اول شد سه و هشت دهم ده بعد شد سه و نیم نفر بعد شد سه, سه دهم ده نفر در که خانواده های کارگری معمولا خانواده های پر بله. با خب ها هم بله. و به اصطلاح خب هزینه ها شدن بالاتره اینم هم است که در این بخش مثلا میتونیم. اگه میخواستیم واقعی محاسبه بکنیم بر اساس محاسبات واقعی حقوق کارگرها چقدر باید باشه تا همون حد اقل های استاندارد المللی رو بتونه بهش پاسخ بده ما باید یه شاخصی رو در نظر بگیریم اون شاخص خط فقره بله خط فقر و خط رفاه بله بالاخره کارگر داره کار میکنه برای اینکه زندگی خود حداقل حد رفاهی داشته باشه چون نیروی کارشو داره خرج می خرج می خرج می خرج می خرج خرج خرج

خرج زندگی هر رو نشون میده بله. بنابراین اگر ما معیار و خط فقر در نظر بگیریم که الان گفتم توی خبرگزاری حکومتی ایلنا همین امروز میگه سبد معاش حدودا 8 میلیون و 500 هزار تومنه بعد یک مصاحبه کرده با همین رسانه حکومتی با سهیلا جلودارزاده از اعضای مجلس ارتجا که اون میگه که در اونجا اشاره میکنه به اینکه خط فقر خط فقر مطلق ببینید چی میگه میگه که خط فقر مطلق 5 میلیون تومنه و خط فقر نسبی 8 میلیون تومن خب این تفاوت خط فقر مطلق و نسبی رو هم اگه بخوایم یه توضیح باید. بدیم که باز مشخص باشه خط فقر مطلق یعنی که در تمام این سبدایی که گفتیم یک فرد یا یک خانواده نمیتونه هیچ کدومش رو تامین کنه به طور مطلق زندگی لنگه حالا چه در خوراکش چه در پوشاکش چه در مسکنش چه بقیه مواردی گفتیم اه. به طور خط فقر نسبی اونیست که در مورد برخی از این اقلام زندگیش لنگه مثلا فرض کنید خانواده هایی که به صورت ارث و میراسی خونه دارن از خودشون بل. پس اونجا هزینه های اجاره بها و مثلا اقساط خونه و اینا نداره درست این یه مگزانی از ولی این فرد درسته که در بخش مسکن زیر خط فقر نیست اما در بقیه موارد زیر خط فقره درست چون اصلا حقوقی که الان داره میدن دارن میدن یک میلیون هزار تومنه میگه خط فقر الان 8 میلیون هزار تومنه یعنی یک پنجم خط فقر دارن حقوق میگیرن تازه اون فرد اگه خونه به از قدیم هم داشته باشه از ارث و میراسی هرچی که داشته باشه بله بنابراین تو اینجا اون چیزی رو که معیار و شاخص بخوام بگیریم که بر اساس چه شاخصی حقوق و دستمزد باید تعیین بشه در واقع خط رفاه باید باشه کارگر باید رو خط رفاه باشه بتونه زن... با 8 ساعت کاری که در روز انجام میده و 40 ساعت کار در هفته یا حد اکثر 44 ساعت کار در هفته بتونه زندگی و معاش خانواده بر اساس باید. همون های استاندارد رو ت کنه یکی از دلایلی که, که رژیم میاره میگه که خب وضعیت اقتصادی کشور میبینیم که بحرانیه من اگه بخوام حتی مثلا سه میلیون تومنم برای کارگرا به عنوان حقوق تصویب بکنم زورم به کارفرماها نمیرسه اخراج ها زیاد میشه و حاصل این کار دوباره علیه کارگر عمل میکنه جواب این رو شما چی میگید؟ الان خدمت شما گفتم که مقوله اصلا رفتی به این دوره نداره بحران اقتصادی مگه مورا الانه این رژیمه یا این حرف ها مگه مورا الانه از روز اولی که خمینی اومد تو این کشور بناشو بر این گذاشت که پاشو بذار رو گردن کارگرها و جیبشون خالی کنه و تمام باند معتلفه و سپاه پاسداران و ایادی این رژیم کارشون این بوده که قارت کنن کارگرا رو و اصلا چیزی از این کوتاه هم نیمدن ببینید الان من براتون یک مطلبی رو میخونم از خود تلویزیون رژیم بلد. که یک مصاحبه داشت به یکی از همین کارشناس رژیم به اسم اسماعیل ظریفی آزاد خود این داره توضیح میده شما ببینید میگه که ما یک مفهومی داریم تحت عنوان سهم جبران خدمت در هزینه تمام شده کالا و خدمات بله یک بخشی هم هست به اصطلاح تو خود وزارت کار رژیم که اینا ارزیابی میکنه میگه که تمام هزینه‌ای که برای نیروی انسانی در عرصه تولید کالا و خدمات صورت میگیرد تحت عنوان سهم جبران خدمت میآورند اما از همان بیمه و هزینه هایی که به عنوان دستمزد پرداخت میشه و هزینه های رفاهی و غیره این سهم در تمام دنیا اندازه گیری میشه خودش میاد مال دنیا رم میگه ما هم در ایران اون رو اندازه گیری میکنیم طرف از کارشناس خود وزارت کار رژیمه هم اداره کل روابط کار و جبران خدمت این کار رو میکنه بر مبنای اطلاعاتی که از بانک مرکزی به مرکز آمار میگیره و هم خود مرکز آمار این عدد رو محاسب میکنه حالا عدد چقدره این عدد حد اکثرش در دنیا 70 درصد هست یعنی 70 درصد از سهم تولید به کی می، میرسه خواهی. کارگران که خودش میگه ایالات متحده آمریکا از همه بیشتره 70 درصد تازه کشور سرمایهداریه. استرالیا 67 درصد کشورهای توسعه یافته صنعتی نوعا 50 درصد به بالاست کشورهای همشان ما یعنی خودش شده هول و هوش 25 تا 35 درصد یعنی کشورهایی که مثل پاکستان مثل ترکیه کشور عربستان جایی که اطراف ما هستند میگه اینا چقدرن 25 تا 35 درصد کشور عزیز ما ایران اه. کشور عزیز ما ایران به چه روزگاری انداختن از نظر روابط کار و قارت حقوق کارگران کشور عزیز ما ایران بر اساس اطلاعات دو سال پیش که ما همیشه اطلاعات دو سال قبل رو داریم یعنی ارزیابی ها رو اینطوری میگیریم طبیعتا محصب کردیم در قعر جدول همه کشورهای دنیا با پنج درصد قرار دارد پنج درصد در یک کشور تا هفتاد درصد هم میدن کشورهایی که تازه اسمشون سرمایه تا هفتاد درصد سهم تولید رژیم آخوندی بیم چه قارتی رو بر کارگرای ما تحمیل کرده و چه فشاری در واقع روی این طبقه هست و به این صورت در واقع بله. عمل میکنه شما درصد رو گفتید آیا در خود دست تو کشورهای دیگه اطلاعاتی داریم به اون بدین بازه دست مزد چه جوریه دست هم همینطور شما ببینید الان دست که مثلا در کشورهای دیگه هست در ایران در واقع دست یک کارگر چیز در حدود 70 سنت در ساعته بله. که جمعش برای مثلا هفته 44 ساعت زب در کل ماه و سالانه میشه چیزی در حدود 2100 دلار 2100 دلار در سال در سال در آمریکا نزدیک مثلا چهل هزار دلار در لیبی ببین حالا کشورهای اطراف خودمون یا مثلا بالاخره کشورهای جهان سوم در لیبی اینو الان که میخونم براتون خبرگزاری حکومتی ایلنا نوشته دو بهمن 98 یعنی مال در روز پیشه بله بخشه. روز پیش. روز پیش. دوازه روز پیش درست میگه چی؟ میگه حداقل حد موزه سالانه در ایران دو هزار و ست دولار. لیبی چهار هزار و دویست و هشتاد و یعنی بیشتر از دو برابر ایران عمان ده هزار و دویست و, و سه دولار. پنج یعنی برابر. پنج برابر ایران عربستان 9600 دلار نزدیک پنج برابر نزدیک پنج برابر ترکیه 7146 دلار ونزوئلا که با اون بحران اقتصادی عجیب غریبی که داره 6873 دلار. پس ببینید خود اینا اعتراف میکنن که دستمزد کارگر ایرانی در سطح جهان پایین ترین سطح دستمزد هست بله شما یک توضیح دادید از به قول معروف جرزنی های رژیم در همون قانونی که تازه این همه مقاومت کرد که اصلا قانونش رو تصویب نکنه توضیح در مورد فقر فراگیر، خط فقر، خط فقر مطلق و مقایسه با کشورهای دیگه. اگه بخوایم همه اینا رو کنار هم بذاریم و به قول یک تصویر بدید از اینکه به هر وضعیت کارگران ما در این ملغمه ای که رژیم ایجاد کرده چی هست؟ چه جوری توصیف می‌کنه؟ بعد دو معلفه صحبت کنیم. بلد. یکی رو فقر کارگران، یکی رو مقاومت کارگران. بله. شما که بیشتر شرکت‌ها و کارخونه ها در ایران در چنگ همین سپاه پاسداران در چنگ همین این آستان و قدس رضوی در چنگ همین بنیاد مستضعفانه در چنگ همین بنیاد شهید نمیدونم ستاد اجرایی فرمان خمینی یا هم شرکت های دولتی بالای 80 درصد در واقع به. نیروی کار ایران در واقع زیر چنگ ایناست و چنان بردهداری رو حاکم کردن در بعضی جاها مثل نه. این اصلویه مثل شرکت های پتروشیمی که هر روزم اعتصاب میکنن که اصلا حد و حساب نداره نه. واقعا گریه آوره نه زندگیشون زندگی کارگراست بسیاری از کارگران مجبورن بچه هاشون نفرسن مدرسه نه. الان تو همین این روزهای اخیر خوندم کارگرای شهرداری در یکی از شهرهای خوزستان گفته بودن ببین ده ماه حقوق ما رو پرداخت نکردن و اصلا نونوایی ها میگن ما دیگه نمیتونیم به شما نون قرض بدیم پول نون قرض کردن هم ندارن که پول قرضشونو برن بپردازن یه این فقری که تولید کرده در برابر و قارتی که میکنن بله. در, در همین شرطی این همه کارگر و این همه مردم زیر خط فقر رو بدبختی به سر میبرن همین خامنه ای دیویس میلیون دلار دیویس میلیون یورو میاد میده به سپاه قدس بله. برای اینکه چیه برای اینکه دست بزنه سر گوششون با خاطر رویه دادن بهشون بعد از مرگ هلاکت پاستر سلیمانی خب پس یک طرف فقر جانکاهی است که به 13 میلیون 14 میلیون کارگر ایرانی تحمیل کرده بایده. یک طرف دیگه یک مقاومت شکوهمندی است که از طرف اخشار محروممون شاهدش هستیم بزرگترینش قیام شکوهمند آبان بود آله. که در 192 شهر کشور و عمدتا هم در هاشی شهرها که عمدتا هم از همین طبقه کارگر و اخشار محروم و کم درآمد هست صورت گرفته آله. یعنی این اخشار به وضوح فهمیدن و در جریان عمل هم اثبات کردند که حق رو باید از حلقوم این آخونده بیرون بکشن از حلقوم این پاستا رو باید بیرون بکشن اینا کسانی نیستن که حق مردم مردم رو بدن. مردم رو بدن. بازی های مثل نمیدونم هیئت تشکیل جلسه سه دولت و کارفرما و کارگر بازیه این نمیخواد حق کارگر رو بده این میخواد یک فریب ایجاد بکنه چون نماینده کارگرش که یه مش اطلاعاتی هستن از همون جنایت کاری که کارشون فقط تو خونه کارگر و امثال اینا کارشون فقط سربریدن کارگرانه تیز کردن چاقوی همین این آدم های رژیم روی گردن کارگره که مثل اسد بیگی تو هفت تپه کارخونه 230 میلیون دلاری رو به دو میلیون دلار بهش میفروشن اونم قرضی اونم اگه داشت بده بعد اونطوری بلا سر کارگرا به وجود میارن اه. سر کارگرای فولاد ایزن هبکو همینطور بقیه کارگرایی که شاهدش هستیم بله اون روی سکه این های رژیم ایستادگی کارگرانه مقاومت کارگران برای گرفتن حقوقشونه اینه که ما در صحنه این شاهد این هستیم که بیشترین اعتراضات در طول سال مال است. هر روز اعتراضات کارگرانه این اون در واقع وجه ایستادگی کارگران ما کارگران غیور شرافتمند و دلیل ایرانی هست که در برابر ظلم و تبعیض و ستم سرخم نمیارن و با فریادهاشون و ایستادگیهاشون مقاومت بسیار علی. زنده باشید خیلی ممنون از توضیحات بسیار روشنگر گفتگوی بود پیرامون مباحث مربوط به افزایش حقوق کارگران در آستانه سال 99 مشکلات کارگران و در پایان آنچنان که شنیدی مقاومت کارگران میپردازیم به ادامه برنامه قیام ایران